بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما ادامه درسی است که دیتابیس استودنت قبلا تا قسمت توتال مورد بحث قرار داده بودیم. البته فعلا اگر اوپن ما با یک مشکل برخورده بودیم که در این قسمت ام پرزنتیج از توتال امید دریافت نمیکرد. پس مشکل از این و قبل از یک مشکل از این رو بگویم، یکان اشتباهات که رخ میده نسبت از این است که یعنی ماه رمضان هستم و زمگیتان بخشش باشه. فعلا میایم در خانه توتال و بعد از این یکان اشتباهی که بود فعلا یعنی توتال فیس هستم. ما مستقیم هم از تکس این رو شناسایی کردیم، ما نباید دیگه عمل انجام میدادیم. ما عمل رو باید از اساس میگفتیم از ما مستقیم گفتیم از خانه توتال فیس سی بی سرش بکش. فعلا توتال فیس هیچ برسمیت نمیشناس، او یک تکس قاضی مثل یک سمبول و رزه و قسمت. پس ما باید از دخانه توتال فیس بریم رایت کلیک پراپرتیز و ببینیم که تکس باکس از به نام چی است. تکس باکس 25 هستن و بعد از اون نالیج میاییم برش میگیم مساوی از تکست 25 ضرب 30 تقسیم 100 و همچنان اینجا را میگیریم به نام 30% percentage. این را میگیم کلوز و بعدا سیوش میکنیم. این حالا پس فعلا اگر ما بیاییم در student database و بعد از این در خانه توتال از 2500 فیصدیش 750 و در ضمن اگر ما بیاییم این حالا در باره خب باید از این دیتابیس بطن هم انتری کنیم. بیاییم در قسمت دیتابیس تولز، اولا در هوم در دیزاین ویو میریم بعد از این در قسمت دیزاین بطن رسم میکنیم کماند بطن خب زمان بالای زی بطن کلیک کنیم گو تو پریویوس ریکارد نیکست هم پیکچر باشه فینش بطن بدیم نیکست ریکارد ایران پیکچر میگیریم و این بطن اگر کلک کردیم فارم اپریشن یا ریکارد اپریشن میگیم اد نیو ریکارد نیکس ایران پیکچر میگیریم ریکارد اپریشن سیو ریکارد نیکس و در ریکارد اپریشن سیو دلیت ریکارد نیکس فینش و بعد از این در دیزاین یک بطن دیگام رسم میکنیم در اینجا فارم اپریشن ریفرش فارم نیکس فینش design و در قسمت form operation close form next finish a picture
و بعد از این در قسمت اپلیکیشن وایت اپلیکیشن نیکست فینیش. خب بعد از اینکه این عمل تکمیل شد سیو میکنیم میره و فعلا اگر ما بالای استودنت دیتابیس کلیک کنیم و شکل باز میشه که مستقیما ارتباط با صفحه یعنی لینک است ارتباط داره. ما میخواییم که به شکل یک ویندو یا یک صفحه جداگانه ای رو بگیریم. در این صورت میاییم در قسمت هوم در ویو و بعد از این دیزاین ویو و بعد در قسمت خود تاب کنترول رایت کلیک پراپرتیز و اینجا فرم انتخاب میکنیم. بعد از اینکه فرم دی لیست انتخاب کردیم میایم قسمت ریکارد سورس در لیست کلیک میکنیم. تیبل هم نام فرم و نام تیبل که ارتباط داره در تاب کنترول انتخاب میکنیم. پاپ اپ آیاس میگیریم. بعد از او در قسمت دیسپلی آن شیر پاینت سایت فعلا شیر است میگیم دو نات دیسپلی ارتباط داره مستقیم هم را با صفحه. و بعد از این در اینجا allow form view را یاز میگیریم. بعد از او دیتا شیت ویو تا قسمت پیو چارت ویو را نو میگیریم. و بعد از این اگر باز کدام پیکچر خواسته بودن در بکگراوند از پیکچر میرین که پیکچر را در دیتابیس بعد از این براتان مثال میتم. و بعدا میایم در اینجا پیکچر الائنمنت اگر مثلا پیکچر میارین تاپ لفت اند سایز براش میتونین اینجور کنین پیکچر را میدانین شکلاش تست زوم استرچ یا که قبلا در ویندوز دسترسی داریم. و بعد از این آتو سنتر میگیریم یس فعال میسازیم. یعنی وقتی که ما دیتابیس باز کنیم خودم دیتابیس ما اتومات در سنتر از اسکرین قرار بگیره. و بعد از این فیت تو اسکرین نو میگیریم. به خاطر فیت تو اسکرین نو میگیریم که قبلا در اسکرین هر قسمت که ما میخواستیم فیت میشد. یعنی ما نمیتونستیم اون را خارج از صفحه قرار یا ببینیم. و بعد از اون ریکارد سلکشن هم نو میگیریم. این فقط چیزایی است که نو میگیریم یعنی غیر فعال میشه. سعی کنیم فعلا جا ریکارد سلکشن قرار داره. اگر ما نفر بعدی یا مثلا یار قرار بدیم فعلا اینجا یک نفر است. اسکرول است ما میتونیم نکسش کنیم نفر بعدی در جدول تغییر میخوایم کمی نباشه در اینجا قسمت. در این صورت student database design view. خب record selection میگیم نباشن. بعد از این scroll bar در مجموع نباشن neither. control box ها امرای کلوز بتن ها که اینی قسمت هستن البته از دیتابیس نه از اکسس. اگه یایش بخوایی نباشن میتونین از جنو بگیریم. و بعد از این مینیمم مکزیمم بتن فعلا در دوی شینه بلست بخوایی نباشن نن میگیریم. و بعد از این مهم در اینجا منتها یه عمل را که انجام میتیم شرط مومیست که در اینجا فارم انتخاب باشه و تب کنترول آل انتخاب میکنیم. من در قسمت سایکل آل ریکارد هم نو میگیم current ریکارد چون از اینکه فعلا موضوعات ما از یک ریکارد است از یک فرد است از او خاطر current ریکارد یه عمل بالا یک ریکارد اگدام دیتابیس هست تطبیق شد. بعد دیگه کلوز ای را کلوز میکنیم سیوش میکنیم یس.
نال بالای سونه دیتابیس که دابل کلک کنیم، عمل به این شکل تطبیق شد. این شکل استاندارش سعی کنیم وقتی که ما ایره کلوز میکنیم بالایش دابل کلک کنیم، اوتومات خودش در سنتر میوجه، ما سنتر را یست کرده. و اگر نال ما ایجا انتری میکنیم پس در این صورت برش میگیم add record، add record کلک میکنیم، نفرات میکنیم با نام سلیمان، سرنیمش رحمانی، student time after aim، teacher nameش رامین، course name DIT، start date از کدام تاریخی که فیز میتونم 02-10-2010، expire dateش هست 03-10-2010، student fees 2500 هست، fee paid میگیم 800 پید کرده، فی ریمین 700 باقی. سلفون نمبرش میگیریم و ایمیل آدرسش سلیمان@gmail.com و معلومات اضافیش. بعد از او در فوتو میاییم به یک قسمت اتش رایت لفت کلک و بعد از او اد خب یکی از این پیکچر ها رو انتخاب میکنیم و اوپن و اوکی عکس شخص اون دیگه خراب و بعد از این میتونیم میره سیف ریکارد کنیم. مجدد سیف ریکارد کنیم، فعلا در توتال اگر بیاییم دو نفر شد و توتال فیس ما پایین میزه و یک نفر رو گام اد میکنیم، سه نفر قرار بگیره، بعد از اون رو معرفی میکنیم، باز یک نفر دیگر اد ریکارد، یک نفر از بنام آسیب، سرنیمش اکبری، استودنت تایم افتر شام، یعنی به اساس 24 ساعت استفاده میکنیم، استار دیت 02/15/2010. خب میبخشیم در تیچر نیم در شد، تیچر نیمش هم میگیم از محبوب، کورس نیمش DIT یا MCSE 02/15/10، الان ماه سیوم تاریخ 15/2010، استودنت فیسش 3500، چقدر پید کرده؟ 3000، اوتومات 500 دریجه کمیشه و اگر با 3500 کلش برسانه اینجا سلفون 0799 نمبرش nasib@yahoo.com و هر معلومات را که میدونی اینجا میتونیم پیچر شد. یک از این پیچر ها را انتخاب، بعدا اوپن اوکی. خب فعلا دا آیدی سیوم به نام آسیب، اگر ما پریویوز کنیم نفر قبل از این سلیمان همراه با پیچر تمام معلوماتش دخیر، و اگر باز پریویوز کنیم نفر قبل از این به نام احمد، و اگر نکس کنیم نفر بعدی سلیمان، نفر بعد از این تماما نالومات چند میشن. ایجا ریکارد داد میکنه و ایجا سیف. و اگر خواسته باشیم یک نفر یک سلیمان مثلا فارغ میشه یا مثلا یک موضوع پیش ما یا یک کارمند دلیتش کنیم، پس اولا در جدول را قرار میزن، مثل فعلا در جدول احمد اینا فیسش یا ماشش و غیره در دیتابیس باشه، این در جدول قرار بگیره، بعد از اون دلیت ریکارد، بعد هم میگیم یست. اگر نو بگویم، قبل از اینکه نو بگویم فعلا ما در مجموع سه نفر داریم و 8500 فیسش هست. خب پس اگر من این نفر را به نام احمد دلیت کنم، دلیت ریکارد، بعد هم میگم یست، اینال ما در توتال میگیم دو نفر شد و همچنان فیس هم توتالش کمتر قرار میگیم. و بعد از این رفرش هم هم دیتایتون هم میتونه رفرش کنه، کلوز فارم، تنها فارم کلوز میکنه. و اگر در اینجا باز برش بگوییم استاپ اور کوایت اپلیکیشن مستقیم و مستقیم اکسس،
خارج قرار میگیره. خب بعد از این دوباره باز کردیم دیتابیس ها، حالا ما میخواییم وقتی که استودنت دیتابیس ها باز میکنیم یک پسورد داشته باشه در قسمت تاپ، یعنی در قسمت بالا. در این صورت میاییم در قسمت دیزاین ویو، خب میاییم در قسمت دیزاین و بعد از آن تکست باکس رسم میکنیم. تایپ پاسورد. بعد از او همی جدول در مجموع سلیکت میکنیم. یا به می شکلی رفکت ساختیم. بعد از او در قسمت دیزاین یک لاین رسم میکنیم. شفت افشار میگیریم از کیبورد. خب لاین که تنظیم شد، خب دیتابیس ها کنو به طرف پایانس درج میکنیم. میاییم در قسمت دیزاین یک بتن رسم میکنیم. اینجا کنسل. کنترل سی کنترل وی. لاگ آن. خب از قسمت آیدی شروع میکنیم، رایت کلیک پراپرتیز و بعد از این در قسمت دیتا انیبلش رو نو میگیریم. ستودنت نیم، سرنیم، همین شکل بالای سلفون کلک میکنیم. منتظر کنیم اینجا سلفون فعلا بعد از ختمش دبل دات دو نقطه داره، اما اینجا سلفون اینجا نامش مهمه در قسمت بالا دات نداره. باز امیر ما باید در قسمت کودین درش کنیم اون که دبل دات داره، اون رو نامش ناسه. این را منه برشون در مجموع کل نامه رو باید سجه بگیریم. ایمیل ادرس همچنان انفو و فوتو بطنه یاد ما باش از کمند 36 شروع
فقط یک کلوز فارم هم را با کوایت باشن. وقتی که عمل انجام نشد پس بتونن خارج شن. و من نخونی توتال هم کلیک میکنیم، هر یکی را لایده اینی بلش نو تکست 23 و تکست 25. بعد از اینکه عمل تطبیق شد اینه کلوز میکنیم، نیم ده جنرال انفورمیشن بالای لگا آف رایت کلیک، بالای لگا آن رایت کلیک، بلد ایفن کود بلدر. و قبل از این باید از خود تکست باکس هم تکست باکس که پاسورد نوشته میشه و یا درج میشه ببینیم تکست باکس چند است. سکرول به طرف بالا قرار میدیم، هم از قسمت بالا میفرین و هم اینجا فعلا تکست باکس شده چند. میایم در قسمت بتن لگان بلد ایفن کود بلدر. بعد از این میایم در اینجا نوشته میکنیم fme.text.textbox 44 که مساوی با دبل کوتیشن پاسورد میتونیم با نام مشعل دبل کوتیشن دم. اگر ما پاسورد داریم کدام عملا صورت بگیره؟ خانه آیدی باید سی برای ما باز شد، یعنی نام را میتونیم آیدی داد enable equal با true. این نامایی که دبل داد داره این نامه را فقط درج نمیکنی، این نامایی که باید در قسمت خوده اما نده تکسش در اون باکس که فرمول قرار میگیره student name dot enable equal by true surname dot enable equal by true student time dot enable equal by true teacher name dot enable equal by true course name dot. در مجموع دیگه چون از این ابلش ما آف گرفته بودیم نو گرفته بودیم پس در true یاد شده به صورت که پاسورد ما درست باشه. start it خب بعد از این جدول سکرول میکنیم و ببینیم که فیلمین تکست باکس چند است. رایت کلیک پراپرتیز تکست سی و یک تکست سی و یک دات انبال ایکوال باترون. بعد از این خود فیوتیوب داد انبال ایکل بتون و قبل از انفارمیشن و بعد از سلفون ایمیل داد انبال ایکل داد چون خب از کمانده سی و شش تاچ لیر ستیپ بای ستیپ کدومتان باید به این شکل باشن.
کماند 36 تا 41 هم یاس میگیریم. بعد از این من به خانه توتال اکس باکس 23 25 و 34 25 34 اکس 23 بعد از اینچون از یک بار اف گفتیم در خیلی پس اف هم در سمیه سازیم. بعد هم کلوز و همی صفحه خود بخش چیزم خودتر قرار میتیم تاب کنترول هم فیلن زیاد بعد هم ایره سیف کلوز منالب پاس مین ستورن دیتابیس فیلن تمام این چیزا غیر فعال است. مجرد که در قسمت تایپ پسورد به نام مشل لاغان کنیم تمامانش فعال میشه و پس میخواییم در حتی در قسمت توتال هم تمامش فعال شد. میخواییم پس در لاغاف تمامانش غیر فعال شد. باز مین در ستورن دیتابیس در دیزاینش آمده اولا بالای تایپ پاسورد رایت کلیک پراپرتیز میخواییم به شکل ستاره به پاسورد در قسمت انپوت ماسک دیتا نشتا میکنیم پاسورد بعدا کلوز و در قسمت لگ آف تمام چیزایی که ما در اوجه به شکل ترو قرار داده بدیم پاسش فالس میکنیم. بالای بطن لگ آف رایت کلیک بلد ایفن کود بلدر اوکی چون از ایها قرار بگیره پس کلش در اینجا مین ایدی داد
بعد از این بعد از فیپیت از جامعه تان این هم شده که رو ساخته بودیم، پس همون نامه را میتونید فاز بگیم قسمت بالا. کسی command text is the same. Text is the page. Text is the chart. خب بعد از این تکمیل شد و اینه کلوز میکنیم، میایم بالای لگان رایت کلیک بیلد ایون و قبل از اندف میگه برش میگیم ایلز که اندف در قسمت پایان قرار داشته باشن، مسیج باکس سپیس دبل کوتیشن پاسورد از نات valid double quotation enter خود text box password رو مبود 44 text box 44 dot valid equal و double quotation مختار password پس clear شد و بعد این رو close میکنیم saveش میکنیم از اینجا close کنال پس وقتی که ما بریم در استودنت دیتابیس تاک پاسورد نتیم هیچ عمل را در توتال و یا در ایجا انجام دادن نمیدون در دیزاینش رفته خانه توتال هم پس اینا را در اینجا پاسورد میدیم به نام مشعل مجرد کلگان کنیم در مجموع فعال میشه و مو اینطوری که پیشتر انجام دادیم میتونیم که در اینجا کار کنیم و اگر پس بین در قسمت توتال همچنان امو عملی که در مجموع انجام دادیم توتال سرونت ما دو نفر 6000 توتال فیس و 30% هم فیصدش اینجا برامون تغییر شد و دیگه موضوعات های بیشتر را میتونیم خودتان اد کنیم و وقت کار تکمیل میشه پس لاگ آف میکنیم در مجموع تمامنش لاگ و اگر بخواییم و پاسورد صورت که اگر غلط بود انتر کنیم بعد از لاگ آن بعد از پاسورد کوکی کنیم غیر فعال قرار میگیره و وقت کار ما تکمیل میشه از صفحه اکسس میخواییم خارج شویم بالای کوایت اپلیکیشن مجرد کلیک کنیم از صفحه اکسس خارج میشین و یک دیتابیس هست که یعنی یک دیتابیس کمپلیت هسته به ایچیز نیاز ندارن و باید از فارما و کیوری ویو اگر می باشه و ریپورت چیزایی که خوانده بودیم او را میتونیم در داخلش اضافه کنیم و در زم دیگه به اشکال مختلف میتونیم در تاب کنترول دیتابیس تهیه کنیم و درس ما میجا به پایان میرسه وقتی که بالای استاپ کلیک میکنیم از صفحه اکسس خارج انشاءالله ادامه درس یکی از دیتابیس های دیگه که باقی مانده بود تاب کنترول چون از یک دیتابیس بود و مطابقی از یک دیتابیس دیگر سیکیوریتی بود
و زیبل خوانده بودیم او را انشاءالله در موضوعات بعدی. و این دیتابیس صرف مربوط تب کنترل بود و درس همیجا به پایان میرسید.